دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من زهره هستم از برنامه انگلیش نو، از مجموعه برنامه نوتبوک شبکه تلویزیونی AMG در خدمت شما عزیزان. دوستان، ما با برنامه در حقیقت انگلیش نو در خدمت شما هستیم و تا به حال چندین برنامه رو با هم دیگه گذراندیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. تا به حال راجع به گرامر و اصول زبان انگلیسی در مورد زمان ها صحبت کردیم و چندین برنامه رو داشتیم، مثل زمان پرزنت سیمپل، پرزنت کانتینیوس، past simple, present perfect. و امروز هم قرار هست راجع به زمان دیگه ای صحبت بکنیم. امروز قرار هست راجع به زمان present perfect continuous صحبت بکنیم، همونی که به فارسی میشه معادل حال کامل استمراری. راجع به فرمول ساختش و راجع به کاربردهاش صحبت میکنیم. از بسیاری جهات present perfect continuous شبیه به present perfect هستش. به خاطر همین درس ساده خواهیم داشت و فقط مروری خواهیم داشت به مطالبی که جلسات پیش راجع به present perfect گفتیم. دوستان، جا داره تشکر بکنم از اسپانسر محترم برنامه، شرکت موگج ترانزیت. Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker. Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long-term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home. دوستان عزیزم، همونطور که حتما به یاد دارید، برنامه جلسه پیش و جلسه قبل تر از اون راجع به موضوع پرزنت پرفکت یا حال کامل بوده. برنامه این جلسه هم حال کامل استمراری هست یا پرزنت پرفکت کانتینیوس، که بسیار مرتبط به پرزنت پرفکت میشه. من در خیلی از زبان آموزان میبینم که خیلی علاقه نشون نمیدن به استفاده از این زمان در صحبت هاشون. یه جوری این زمان و فرمول این زبان براشون ترسناک و وحشت آفرینه. البته اگه بدونید که چقدر نزدیکی‌های زیادی کاربرد این زمان و زمان پرزنت پرفکت داره و چقدر میتونه کمکتون بکنه برای بیان منظورات خودتون در زمان انگلیسی، زبان انگلیسی، حتما ازش استفاده خواهید کرد. اگر فقط کمی دقت کنید و کمی در مقایسه با زمان حال کامل اون رو قرار بدید، خیلی ساده و خیلی راحت میتونید به پرزنت پرفکت کانتینیوس اشراف کامل داشته باشید و ازش در صحبتاتون استفاده بکنید. امروز در این برنامه راجع به فرمول پرزنت پرفکت کانتینیوس، کاربردهای اون و تفاوت‌های جزئی که با پرزنت پرفکت و شباهت‌های زیادی که با پرزنت پرفکت داره می‌پردازیم. اما طبق روال همیشگی برنامه، ما برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم با یک جمله انگیزشی و الهام بخش. خب، جمله انگیزشی و الهام بخشی که امروز براتون آماده شده رو در تصویر با هم دیگه ملاحظه می‌کنیم. بذارید جمله رو با هم بخونیم. Don't be afraid to fall. Be afraid not to try. خب، جمله اول don't be afraid to fall یعنی نترس از اینکه سقوط کنی. Be afraid not to try، از این بترس که هیچ وقت تلاش نکنی. خب، این جملات دیگه جملاتی هستن که شما کاملا باشون آشنا هستین. خیلی راحت میتونید به من بگید خودتون که جمله اول و جمله دوم هر دو جملات امری هستن. جمله اول جمله منفی امری با don't اومده و جمله دوم جمله مثبت امری هستش. فقط این عبارت شاید براتون جدید باشه. To be afraid of something به معنی از چیزی ترس داشتن، از چیزی واهمه داشتن هستش. البته ما عبارت I'm afraid یا to be afraid رو به معنی دیگه هم استفاده میکنیم، به معنی متاسفم هم استفاده میکنیم. مثلا شما جای تماس میگیرید، میخواید با کسی صحبت بکنید، کسی دیگه گوشی رو بر میداره و میگه I'm afraid Jack is not available، متاسفم جک در حال حاضر اینجا نیست و شما نمیتونید با جک صحبت بکنید. و خیلی کامنه، خیلی کاربرد زیادی داره. I'm afraid به معنی این که متاسف هستم. خیلی جمله خواهید شنید در موقعیت مختلف در کشور انگلیسی زبان که زندگی میکنیم. اما برگردیم سراغ موضوع برنامه امروز ما که present perfect continuous هست. ببینیم فرمول این زمان به چه صورته. زمان حال کامل استمراری فرمولی داره که فقط کافی در یک جمله، در یک مثال اون فرمول رو حفظ بکنید تا دیگه همیشه یادتون بمونه. ولی فرمول واقعا انقدر هم سخت نیست دوستان. فاعل به اضافه فعل کمکی have یا has، تا اینجا درست مثل present perfect میمونه همه چی. به اضافه been به اضافه فعل ing دار.
و بعد هم بقیه جمله رو می‌نویسیم. پس آنچه که تفاوت داره استفاده از been و استفاده از فعل ing دار به جای past participle. فعل ing دار اون چیزی که در انگلیسی بهش میگه present participle. یعنی اینجا ما به جای past participle یا قسمت سوم فعل از present participle فعل استفاده میکنیم. یعنی فعل با ing استفاده میکنیم. پس یک بار دیگه با هم نگاه بکنیم به فرمول present perfect continuous. فاعل به اضافه فعل کمکی have یا has، به اضافه فعل کمکی been، به اضافه فعل ing دار فعل اصلیمون، فرم ing دار فعل اصلیمون و بعد هم بقیه جمله. دوستان یادتون هست که چه زمانی از have استفاده میکنیم، چه زمانی از has استفاده میکنیم. برای همه زمایر ما از have استفاده میکنیم، بیرو زمایر سوم شخص مفرد he, she و it که برای اونها از فعل کمکی has استفاده میشه. این زمان نشون میده که کاری در زمان گذشته در یک زمان معین یا نامعین، ولی زمانی که ما دقیق نمیدونیم چه زمانی بوده، درست مثل present perfect شروع شده و تا زمان حال هم ادامه پیدا میکنه. پس تا اینجا شبیه present perfecte. یک عملی، یک حالتی در گذشته شروع شده و تا حال حاضر ادامه پیدا میکنه. اما از اینجا با present perfect جدا میشه راهش. در present perfect ما میگفتیم که عملی در گذشته شروع میشه، تا حال ادامه پیدا میکنه و در حال تمام میشه. و در present perfect continuous میگیم عملی در گذشته شروع میشه، تا حال ادامه پیدا میکنه و از این به بعد هم ادامه خواهد داشت تا یه مدتی در آینده. ممکن ادامه داشته باشه. اوکی؟ برای این زمان برای بیان چنین حالتی از این فعل present perfect continuous استفاده میکنیم. به مثال توجه بکنید دوستان. I have been living here since 1983. یعنی زندگی کردن من اینجا از سال 1983 یا حالا 1363 شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و هنوز هم ادامه داره. شما در جمله انگلیسی نمیبینید که جایی گفته بشه تا زمان حال ادامه داشته و از این به بعد هم ادامه خواهد داشت. آنچه که شما میبینید فقط یه present perfect continuous ساده است. ولی بقیه چیزی که من گفتم، یعنی تا زمان حال ادامه داره و بعد از این هم ادامه خواهد داشت، در حقیقت تو دل اون زمان حال کامل استمراری مستتر هستش. یعنی این اطلاعات دیگه اطلاعات ضمنیه که present perfect continuous یا حال کامل استمراری داره به شنونده ارائه میده. یا مثال دیگر توجه بکنید دوستان. I have been watching TV. یعنی من برای مدتی داشتم تلویزیون نگاه میکردم. I have been watching TV. Have به اضافه been به اضافه فعل اصلی با ing میاد. یا مثال بعدی. It has been snowing all day and the streets are too wet to go out. نگاه کنید به ترجمه این جمله. یعنی در یک زمان معینی امروز برف شروع شده و هنوز هم ادامه داره و به خاطر همین نمیشه بیرون رفت به خاطر برفی که توی خیابون وجود داره. نگاه بکنید به جمله دوباره. It has been snowing all day and the streets are too wet to go out there. من به قسمت دوم جمله کاری ندارم، ولی قسمت اول جمله. It has been snowing all day. یعنی در گذشته شروع کرده به برف باریدن، هنوز هم برف میباره و احتمالاً در آینده نزدیک هم برف خواهد بارید. یا مثال دیگه که براتون آوردم اینجا دوستان. We have been teaching English on AMG television since 2017. یعنی از سال 2017 در تلویزیون AMG انگلیسی تدریس کردیم و این کار هنوز هم ادامه داره در آینده. پس از گذشته شروع شده، از یک گذشته ای که با سینس اومده شروع شده و دقیقا نمیدونیم چه زمانی بوده، ولی با سینس اومده، یعنی از سال 2017 شروع شده این برنامه، این کار و هنوز هم ادامه داره، تا زمان حال ادامه داره و در آینده هم ادامه خواهد داشت. البته در افعالی که حالت سکون دارن، همونطور که ملاحظه میکنید در اسلایدی که براتون آماده کردم، بهتر هستش که ما از present perfect continuous استفاده بکنیم. یعنی اگر چویس داشته باشیم، اگر انتخاب داشته باشیم که از present perfect simple استفاده کنیم یا present perfect continuous، بهتر از present perfect continuous استفاده کنیم. افعالی که در حالت سکون دارن یا حالت در حالت سکون هستن، این افعال هستن معمولا. فعل stay به معنی ماندن، باقی ماندن. sit نشستن. rest استراحت کردن. work کار کردن. sleep خوابیدن. live زندگی کردن. stand ایستادن. wait منتظر بودن. talk حرف زدن. learn یاد گرفتن. look نگاه کردن. lie دراز کشیدن. listen گوش دادن. study مطالعه کردن. پس اگر شما انتخاب داشته باشید که بین present perfect simple و present perfect continuous یکی از این دو رو انتخاب بکنید و یکی از افعالتون هم فعل اصلیتون
یکی از همین فعل‌هایی بود که در حالت سکون هستن، دوستا سعی بکنید از پرزنت پرفکت کانتینیوس استفاده بکنید. جمله نچرال‌تر خواهد بود، جمله معنی بهتری خواهد داشت و خیلی روان‌تر برای بیننده در حقیقت قابل درک میشه. اما همونطور که قول دادم بهتون، هر برنامه ما یک جمله کاربردی داریم و یا نکته آموزشی داریم که بین اسلایدامون بهش میپردازیم. اما نکته آموزشی که براتون آماده کردم، نکته آموزشی بسیار ساده‌ای هست. مطمئن هستم تا اینجای برنامه خودتون این رو حتما یاد گرفتید و به کار هم میبرید. هیچ وقت نگید I drive usually to work، یعنی قیدهای تکرار رو بعد از فعل اصلی قرار ندید. همونطور که در جلسه اول خدمتتون عرض کردم، قیدهای تکرار همیشه قبل از فعل اصلی میان. I usually drive to work، یعنی من معمولا ماشین خودم میرونم به کار. اما اگه فعل to be داشتین، قیدهای تکرار رو بعد از فعل to be میارید. She is always late. و اگه فعلتون فعلی بود که دو بخشی بود مثل present perfect یا سه بخشی بود که حالا سه بخشی بعدا عرض میکنم خدمتتون، اگه دو بخشی بود قید تکرار یا قیدتون بین دو بخش اصلی فعل میاد، یعنی بین فعل کمکی و فعل اصلی. و اگه فعلتون سه بخشی بود مثل present perfect continuous، بعد از اولین فعل کمکی شما باید قید تکرارتون رو بیارید. خب دوستان، در مورد طرز شناختن present perfect continuous هم با هم صحبت بکنیم یه مقدار. البته من اشاره کردم به اینکه چطور هستش طرز شناختن present perfect continuous. در حقیقت شناخت این زمان مثل فعل present perfect simple هستش. به همون شکلی present perfect simple با یه سری قیود میومد، همون قیدها به خصوص قید در حقیقت دو قید since و for با present perfect continuous هم استفاده میشن، ولی نه already و just، چون already و just به کامل شدن یک عمل میپردازن. منظور از already و just در حقیقت completion of an action هستش، یعنی کامل شدن یک زمانی. ولی در present perfect continuous actionی یا عملی کامل نمیشه، عمل ادامه داره بعد از زمان حال. پس میتونیم بگیم که since و for اون دو قیدی هستن که در present perfect continuous مثل present perfect simple استفاده میشن. به مثال هم توجه بکنید که اینجا براتون آوردم دوستان، من دو مثال براتون آوردم که علاوه بر اینکه شما present perfect continuous رو با present perfect simple بتونید مقایسه بکنید، بتونید حتی present continuous رو با present perfect continuous مقایسه بکنید و تفاوتشون رو درک کنید. چون ممکنه بپرسید این دوتا چه تفاوتی دارن با هم دیگه. نگاه بفرمایید به دو مثال. He is lying on the floor now، یعنی اون همین الان روی زمین دراز کشیده. ساختارش که کاملا آسونه، فعل کمکی is به اضافه فعل اصلی با ing. این حال استمراری هست که جلسه دوم راجع بهش صحبت کردیم. ولی جمله دوم رو ملاحظه بفرمایید. He has been lying there for 2 hours. حال کامل استمراری، یعنی اون الان 2 ساعته که اونجا دراز کشیده. متوجه میشین تفاوتش رو؟ جمله اول معنیش این میشد اون الان اونجا روی زمین دراز کشیده، ولی جمله دوم اون الان 2 ساعت میشه که اونجا دراز کشیده است، یعنی present perfect continuous که ساختارش هم کاملا مشخصه. فعل کمکی has به اضافه been به اضافه فعل اصلی در حالت ing فرمش یا همون present participle. اوکی؟ خب مبحث بعدی طرز ساخت present perfect، طرز استفاده از قیدهایی که در present perfect استفاده میشن که من خدمتتون عرض کردم. در مورد فرمول ساخت present perfect صحبت کردیم. یک بار دیگه تکرار میکنم عزیزان، فاعل به اضافه have یا has به اضافه been به اضافه فرم ing داره فعل اصلی. حالا اگه فرم سوالی باشه عیناً مثل present perfect سوالی میشه، اگه منفی باشه عیناً مثل present perfect منفی میشه. مثلا در فرم سوالی فقط شما کافیه جای در فرم سوالی yes یا no، یعنی سوالی کوتاه، شما کافیه جای فاعل رو با فعل کمکی عوض بکنید. مثلا اگه میگیم I have been waiting here for two hours، سوالیش میشه Have you been waiting here for 2 hours؟ یعنی من جای فعل و فاعل رو عوض کردم، البته آی رو هم تبدیل کردم به یو تا کاملا حالت سوالی وجود داشته باشه. و حالت منفیش هم درست مثل present perfect simple. مثلا I have been waiting here for 2 hours، یعنی من 2 ساعت اینجا منتظر بودم. I have not been waiting here for 2 hours، یعنی من اینجا 2 ساعت منتظر نبودم. یه چیز شبیه به این. اوکی؟ پس حالت منفی کردن و حالت سوالی کردن present perfect continuous درست شبیه present perfect هستش. همونطور که عرض کردم خدمتتون، این دو زمان خیلی به هم شبیه هستن، تفاوت زیادی ندارن و به همین خاطر خیلی سخت نیست یاد گرفتنشون. تفاوت جزئیشون در کاربرد این هستش که present perfect simple از گذشته شروع میشه، تا حال ادامه پیدا میکنه و در حال کامل میشه، perfect میشه، ولی present perfect continuous کامل نمیشه، بعد از حال هم ادامه پیدا میکنه و تا یک زمان نامعینی در آینده ادامه خواهد داشت.
خب دوستان، در اسلاید بعدی که براتون آماده کردم طرز سوالی کردن رو با مثال‌های بیشتری میتونید ملاحظه بفرمایید. بذارید مثال‌ها رو با هم دیگه نگاهی بندازیم. Have you eaten lasagna? Have you finished your homework? جمله اول به معنی این که آیا تا حالا لازانیا خوردی؟ Have you finished your homework? آیا کارتو تموم کردی؟ هومورکتو تموم کردی؟ تکالیفت رو؟ Have you seen Friends? آیا سریال معروف Friends رو دیدی؟ Have you played the piano? آیا تا حالا پیانو زدی؟ I haven't lived there for years. من اونجا زندگی نکردم برای سالها. یا من برای سالها اونجا زندگی نکردم. I haven't checked amgtelevision.com yet. یعنی من هنوز سایت AMG تلویزیون رو چک نکردم. I haven't gone to Vancouver yet. من هنوز به ونکوور نرفتم. I haven't seen her yet. من هنوز او رو ندیدم. I haven't won the game. من بازی رو نبردم. این حالتی بود که present perfect simple منفی می شد. به همین شکل هم present perfect continuous منفی می شد. هیچ تفاوتی نداره. فقط شما کافیه not رو به اولین فعل کمکیتون اضافه بکنید دوستان. خب می رسیم به جمله در حقیقت کاربردی که براتون آماده کردم در این بخش از برنامه. با هم جمله کاربردی نگاه بکنیم. یک در حقیقت چیزی، یک اصطلاح یا یک به نوعی ضرب المثل هستش این جمله. خب این ضرب المثل در فارسی خیلی ضرب المثل معروفیه. جمله انگلیسی رو نگاه بکنید دوستان. A bad workman blames his tools. یعنی ترجمه تحت و لفظی شبیه میشه که یک کارگر بد یا یک استاد کار بد ابزار کارش رو، مشکلات رو میندازه گردن ابزار کارش. خب اما در فارسی ما میگیم چیزی شبیه این که عروس نمیتونه برقصه، میگه زمین کچه. پس هر وقت شما همچی چیزی رو خواستین به انگلیسی بگید، باید از عبارت مشابهش در زبان انگلیسی استفاده بکنید که هست A bad workman blames his tools. Blame کردن فعل قشنگ و فعل مهمی هم هست دوستان. Blame کردن یک کسی رو مقصر دونستن، کسی رو به خاطر چیزی سرزنش کردن و مقصر دونستن. Okay? Don't blame me for that. یعنی من رو مقصر نکن، من رو سرزنش نکن به خاطر چیزی. و تذکری که وجود داره در مورد present perfect continuous دوستان در ارتباط با قید زمان since هستش دوستان، که این دو جمله رو نگاه بکنید. در مورد قید زمان since، کلمه since به معنای از، همیشه، قبل از یک قید زمان در گذشته میآید، در حالی که ever since در آخر جمله بعد از فعل میاد. پس since رو ما قبل از یک قید زمان در گذشته میاریم، مثلا since yesterday، since 2 years ago، در حالی که ever since معمولا در آخر جمله میاد. همچنین اگر بعد از since جمله به صورت گذشته نوشته بشه، در این صورت since حرف ربط خواهد بود که ما بعداً راجع به هر حروف ربط با هم مفصلا صحبت خواهیم کرد. مثال هم که ملاحظه میفرمایید دوستان. She has worked in the library since 1359. اون در لایبرری، در کتابخانه کار کرده از سال 1359. She saw her father in 1360 and has been happy ever since. اون پدرش رو در سال 1360 دیده و از اون موقع خیلی خوشحاله. اما everyday English بخش پایانی موضوع صحبت امروز ما هستش که بهش میپردازیم، به ادجکتیو ها یا صفت هایی که معمولا استفاده نمی کنیم، بلکه ما از صفت های ساده استفاده می کنیم با قید very. میخوایم سعی بکنیم یه مقدار دامنه صفت هامون رو بالاتر ببریم، دامنه صفت هامون رو گسترده تر بکنیم و ببینیم چطور میشه از صفت های پیچیده تر استفاده کرد. صفت های ساده مثل خوب، بد، کلمه مثل good and bad، beautiful، pretty و صفات های اینطور استفاده نکنیم. نگاه بکنید دوستان اسلایدی که براتون آماده شده. مثلا به جای afraid، که همین امروز هم کلمه afraid رو داشتیم به معنی ترسیدن از چیزی، از بهتره که از به جایی که بگیم very afraid، از terrified استفاده بکنیم. یعنی خیلی ترسیدم، همون معنی very afraid رو میده، ولی به جای گفتن very afraid میگیم terrified. Angry، furious، یعنی خیلی عصبانی، خیلی خشمگین. Bad، atrocious یعنی خیلی افتضاح، خیلی وحشتناک، خیلی بد. Beautiful، exquisite، یعنی عالی، زیبا. Big، immense، یعنی بزرگ. Bright، dazzling. Bright یعنی روشن، dazzling یعنی خیره کننده. Capable، accomplished. Capable یعنی توانایی. Accomplished یعنی به ظهور رسیده، چیزی که در حقیقت به انجام رسیده. Clean، spotless. کلین به معنی تمیز هستش. spotless به معنی چیزی که هیچ لکه‌ای نداره، بدون لکه است. clever یعنی تیزهوش، باهوش. brilliant هم به معنی تیزهوش و باهوش هست. cold، سرد. freezing یعنی یخ بندان، خیلی سرد.
پس سعی کنیم از صفاتی که من خدمتتون عرض کردم، صفاتی که در تصویر دیدیم استفاده بکنیم، به جای اینکه از صفاتی معمولی تر استفاده کنیم. اینها نشون میده ما واژگان بهتری داریم، واژگان بیشتری داریم و خیلی اصولی تر انگلیسی رو بلدیم و خیلی اشراف بهتری داریم به واژگان در زبان انگلیسی. ما نه تنها باید گرامرمون رو تقویت بکنیم، بلکه باید وکابولری و وکابهامون هم بالاتر ببریم تا بتونیم بهتر و روانتر صحبت بکنیم. و در آخر دوستان، داستانی که براتون آماده کردم در رابطه با پرزنت پرفکت کانتینیوس هست. در حقیقت فعل‌های پرزنت پرفکت کانتینیوس در این داستان کوتاه اومده. ما داستان رو می‌خونیم، با هم ترجمهش می‌کنیم به فریزل، به قید‌های، به فعل‌های پرزنت پرفکت کانتینیوس توجه می‌کنیم، آنالایزش رو می‌کنیم و چند تا سوال هم در بالا نوشته شده که شما دوستان می‌تونید حتما سوالات رو بعد از اینکه داستان رو شنید پاسخ بدید. تمرینی براتون خواهد بود که پرزنت پرفکت کانتینیوس رو کار کنید، به خصوص برای اینکه معمولاً خیلی استفاده نمی‌شه توسط دوستان. خب با هم داستان نگاه بکنیم. Ruth and Martha are best friends. They have been spending time together since they were young girls. یعنی روث و مارتا دوستای خیلی خیلی نزدیک هستن، با هم بهترین دوستا هستن برای هم دیگه. They have been spending time together since they were young girls. و زمانی که دخترهای جوانی بودن با هم تایم می‌گذروندن، با هم وقتشون رو می‌گذروندن. توجه بفرمایید، spending time، have been spending time. Have به اضافه been به اضافه فعل اصلی با ing و بعد بقیه جمله. Every morning they get dressed and walk to the post office together. هر روز صبح لباس میپوشن و با هم دیگه به اداره پست میرن. توجه میفرمایید که وقتی قید زمان everyday رو آوردیم از present simple استفاده کردیم. They have been walking together to the post office every morning for the past 10 years. ولی وقتی که به اشاره داریم به عملی که در گذشته اتفاق افتاده و تا حال ادامه پیدا کرده و احتمالاً در آینده هم همینطور خواهد بود و با قید زمان for اومده از present perfect continuous استفاده کردیم. Lately, Martha has not been feeling well. اخیراً، lately قید زمان به معنی اخیراً، مارتا خیلی احساس خوبی نداشته، این حال خیلی خوشی نداشته. Ruth has been walking to the post office alone each morning. Ruth تنها به اداره پست رفته هر روز صبح. Then she visits Martha at home. بعد به دیدن مارتا میره تو منزل مارتا. She has been bringing Martha her maid every morning for 2 weeks. بازم present perfect continuous. یعنی برای دو هفته متوالی هستش که پست های مارتا رو براش میبره خونش. She hopes Martha feels better soon. او آرزو میکنه یا امیدواره که مارتا هر چه زودتر بهتر بشه. خب دوستان، این هم داستان کوتاهی بود که من فقط میخواستم تقابل زمان ها رو بهتون نشون بدم با present perfect continuous و present simple. میبینید که چقدر خوب میشه معنا رو منتقل کرد وقتی که دو یا چند زمان رو با هم دیگه تلفیق میکنیم و زمانی به زمان دیگه شیفت میکنیم. این که بتونیم شیفت بکنیم، یعنی تغییر بدیم از زمانی به زمان دیگه، اون هم با دلیل و با هدف و با علم به اینکه چرا این کارو میکنیم، انگلیسی ما رو در سطح بالاتری در حقیقت نشون میده، بالاتر از اونچه که واقعا وجود داره. خب مرسی از اینکه ما رو دیدید، مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید و دنبال میکنید. دوستان ما رو دنبال بکنید در یوتیوب و در فیسبوک و برای ما کامنت بذارید، آپدیت ها ما رو دنبال کنید، سابسکرایب بشید در فیسبوک ما و در یوتیوب ما و حتما خوشحال میشیم که ما رو دنبال بکنید و برنامه هامون رو، امیدوار هستیم که براتون سودآور، سودمند و مفید واقع بشه. بازم تشکر میکنم از شرکت موگج ترانزیت، سپانسر محترم برنامه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.